بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله به کانال پیوند میدیا خوش آمدید امیدوارم جور و صحت من باشید با یک ویدیو جدید در خدمتتان لطفا ویدیو را تا آخر تماشا کنید تا موضوعی بسیار مهمی که در این ویدیو برای نشر میکنیم را درست بفهمید و عمل کنید دوستان عزیز اگر خدا نخواسته دچار مشکلی هستید خودتان یا یکی از اعضای خانواده و هیچ نمیدانید که مشکل در کجاست این مشکل چرا به وجود آمده آیا کسی من یا اعضای خانواده من را سحر و جادو تلسم کرده جنات و شیاطین در کارهای ما مداخلت می کند یا اینکه مشکل طبیعی است اگر جار و جنجال خانوادگی باشد یا مرضهای مسلسل و پی در پی باشد یا بستگی در کارها باشد خلاص هر چی باشد هر مشکلی که دارید برای تشخیص آن از این روش استفاده کنید که سبب اصلی مشکل چیست بعد وقتی دریافتید همان گونه تدابی و علاج خود را و یا خانواده تان را شروع کنید. این روش صد فیصدی است. با آیات قران و بسیار راحت و ساده است. از طرف من به همه تان اجازه است. از آن استفاده کنید و مشکل تان را تشخیص کنید. وقتی تشخیص کردید همان گونه علاج کنید. یک گلاس یعنی یک لیوان آب را نزدیک بگیرید تان بگیرید به شکلی که تان به آب بخورد. و آب احتزاز کند اگر شخص دیگر را تشخیص و معاینه می کنید وی را هم نزدیکتان بنشانید وقتی خواندن آیات را کامل کردید به آب هم بدمید و به مریض هم بدمید یعنی فوت کنید بعد این آب را به مریض بدهید که بنوشد آنچه که باید بالای آب بخوانید این است همان گونه که اینجا ذکر می شود به همین ترتیب بخوانید یازده بار دروت ابراهیمی یعنی سلوات ابراهیمی را شما می توانید در گوگل سرچ کنید یازده بار الحمد شریف تا آخر یازده بار آیت الکرسی شریف یازده بار چار قل یعنی قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و قل یا الکافرون یازده بار سی آیت آخری سوره البقره و یازده بار آیت هشتاد یک سوره یونس این آب را به شخصی مریض بدهید که بنوشد البته آهسته آهسته یواش یواش که در یک الی دو دقیقه این آب را بنوشد وقتی نوشید اگر سحر و جادوی خطرناک شده باشد به مجرد نوشیدن شخص بیهوش می شود و به زمین می افتد. بعضی اوقات پیش از نوشیدن هم می افتد. این حالت سحر شدید است که باید فورا نزد عامل و دعا نویسی که به شدیت برابر باشد بروید و یا هم می توانید سوی مزمل را خوانده بالای یک گلاس آب بدمید و از آن آب به شخص بیهوش بدهید و کمی بالای رخ و بدنش بباشید تا دوباره به حال بیاید. این فقط حالت سحر و جادوی خطرناک است اگر مریض بعد از نوشیدن آب اگر گریه کرد جادو است اگر قی و استفراغ کرد جادو است اگر آب ترش شد هم علامت سحر و جادو است و اگر فاجه کشید مشکل آسیب و جنات است اگر احساس سنگینی بالای سر و شانه ها کرد هم مشکل جنات است اگر مریض بی اختیار گریه کرد هم مشکل آسیبی و جناتی دارد و اگر هیچ تغییری در مریض بعد نوشیدن آب نیامد پس مرض و مشکل تبیاست است نزد دکتر یا حکیم مراجعه شود یعنی این یک نوع تشخیص روحانی است تشخیص کنید و مطابقی مرستان تداوی کنید امیدوارم موضوع را درست فهمانده باشم باز هم اگر سوالی باشد کامنت کنید جواب میدهم البته اگر تان را جواب ندادم بفهمید که سوالتان تکراری است جوابتان یا در ویدیو در کامنت ها است لطفا این ویدیو را تا می نشر کنید تا به هم مسلمانان برسد و تکلیف و مرض خود را بدانند اگر ویدیو خوشتان آمد لایک را فراموش نکنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار